درود، وقتتون بخیر. من سعیمم و اینجا ایتالیان آکادمیه. صدای منو از شهر زیبای میلان دارین. امروز بخوایم در مورد یکی از چندین معضلات دانشجوهای هنر با هم دیگه صحبت کنیم و اون هم مسئله آرت سوپلای ها هستش، لوازم هنری و قیمتی که دارن، چجوری باید تهیهشون بکنیم و غیره. اول از همه خب بگم که دو تا راه وجود داره برای تهیه لوازم هنری خب مربوط به رشتمون. یکی از اونها مغازه هستش و قطعا آمازون. مغازه ها خب یه سری لوازم تحریر یا مغازه هایی که مربوط حالا برای بچه های فشن ممکنه که متفاوت باشه، یا برای بچه هایی که مثلا هنر میخونن بیشتر رنگ و بوم و اینجور چیزا باشه، معمولا اطراف دانشگاه ها مغازه هایی هستن که این لوازم رو بفروشن و خب تخفیف های دانشجویی هم اعمال میکنن، یعنی خود دانشگاه با این مغازه ها طرف قرار داده و بهشون یه سری تخفیف های دانشجویی هم میده. در ادامه خب میخواییم لیست یه سری از لوازم تحریر و لوازم آرت سوپلای رو با همدیگه مقایسه بکنیم، مغازه و آمازون رو. اما قبل از اون میخواستم که ازتون خواهش کنم که مثل یک دوست و رفیق از من و از این چنل حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی بکنید. هر نوع کمکی که بکنید باعث میشه که خب این چنل به هدف خودش که کمک کردن به دانشجوی هنر هستش برای اپلای کردن نزدیک بشه، و اگرم به هر دلیلی حال نمی کنید کاملا متوجه میشم. میریم که ویدیو رو ببینیم. خب نتیجه کلی که میتونیم بگیریم این هستش که آمازون به نسبت مغازه ها هم تنوع بیشتری داره و هم قیمتاشون به صرفه تر هستش. ویدیوهایی که من گرفتم و از شهر میلان و فلورانس بودن و مغازه های اطراف آکادمیا بودن، بخاطر این ممکنه که تخفیف های دیگه علاوه بر قیمت هایی که دیدین روشون لحاظ بشه، ولی توصیه‌ای که من بهتون میکنم این هستش که از قبل حتما مغازه ها رو چک بکنید، ببینید، استلام بگیرید، ببینید تخفیف هایی هستش، قیمت ها رو با هم دیگه مقایسه کنید و در نهایت چیزی که بیشتر براتون به صرفه تر هستش رو بگیرید. خب مغازه ها اکثرا جنس هایی که آورده بودن برند بودن و تنوع کمتری هم داشتن. اینم از این. ما رو حتما به دوستاتون معرفی بکنید و میبینمتون.